بازم خوش آمدید دوستای عزیز در ادامه برنامه روزنه قرار داریم بعد لذت برنامه آقای رحمت الله غمایی نویسنده خیلی توانا با ما در برنامه هستن و خواستیم که در مورد کتابهایشان که بیشتر عنوان کتابشان در مورد خشونت هست میخوایم صحبت بکنیم و اینکه دلیل اینکه چرا خواستن در مورد خشونت بنگارن در کتابشان و بدیدگاه ایشان چقدر معیار خشونت در افغانستان و خصوص در ولایات عزیز ما چقدر کم شده و کاهش پیدا کرده از زبان ایشان نشتیم. سلام، تقدیمتان صبحتان بخیر. سلام به شما و بیندگان تلویزیون بانو. امیده که یک صبح پر از خوشی و صحت آغاز کرده باشه. سلامت باشه استاد محترم. میشه که یک تعریف کلی از خشونت داشته باشیم که خشونت در کل چی هست و چه عوامل باعث خشونت میشه؟ خشونت کلمه عربی است به نام خشن. خشن یعنی عدم رضایت یا ضد نرمی و در اصطلاح عبارت است از افعال هستند که به طرف مقابل صدمه فکری یا فیزیکی وارد میکنند. و خشونت، من قبلا هم تذکر کردم در بعضی رسانه، خشونت در پترتن وقتی که یک جن در بطن مادر ایجاد میشن یک اصل خشن بودن دارن. وقتی که با یک مشکلات روبرو میشه یا عکس العمل یا عمل متقابل خشن نشون میدن، از این رو انسان است که از خاطر بعض وقت مرتکب اشتباه میشه. استاد، یک کتاب شما با اسم بررسی خشونت از دیدگاه جامعه شناسی، میشه در مورد ازی صحبت بکنین؟ در مورد کتاب سان که چی هنگامی در نوشتین و به چاپ در آوردین و انگیزی اصلی چی بود و در این کتابتان بیشترین موضوعات را که شما نگاشتین مربوط به کدام موضوعات میشه؟ این کتاب آغازشان در سال 2016 بودن، میبخشین سال 2015 بودن و تکمیلشان و بعدن چاپشان سال 2017 بود که به چاپ رسیدن و انتشار شدن. این کتاب در کل صحبت کردن در رابطه با خشونت که ما اگر مختصرا اگر سرشان صحبت کنیم، عوامل خشونت و راه حل از دیدگاه جامعه شناسی، چون که جامعه شناسی یک مضمون بسیار مهم هستن و در کشور ما این مضمون ها نویسنده به نظر بسیار کمتر است و ما نیاز داریم تا مضامین جامعه شناسی را چی اکادمیک باشه چی اشخاص آن باشه باید مطالعه داشته باشیم. یک رول مهم دارم. استاد محترم، از دیدگاه شما خوب بررسی کردین در این کتابتان هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ جسمی، از دیدگاه شما کدامش برای یک جامعه خطرناکتر است؟ زیادترن روانیشون زیادترن خطرناک هستن، چون نه تنها کسایی که مثال جوان هستن یا کسایی که مثال و پیری رفتن صدمه بر او هستن، صدمه مهمتر نشوی هستن که این روان میکروبی یا این روانی که بسیار خطرناک هستن به نسل نو یک تاثیر بسیار خطرناک منفی دارن. از این خاطر روانیشون مهمتر است که باید بسیار خطرناک هستن. فیزیکیشون دارن، ولی از این خاطر که اطفال، من گفتم که از نطفه آغاز میشه بالاخره به جامعه میایه مکتب، ما باید کوشش کنیم جلوگیری روانیشون شوه. از این خاطر که نسل نو بقای جامعه است، این باز انتقال میشه با مرور زمان، این نسل میره اما ویروس میمانه به نسل دیگه میره. از این خاطر ما باید تلاش داشته باشیم تا روانی جلوگیری از این ما داشته باشیم. مسئله این همه خشونت ها کی ها هستن؟ آیا خانواده ها یا خود جامعه و یا اشخاص دیگر؟ زیادتر مسئولش کدام است؟ عواملشون زیادتر هستن، ولی مهمترینشون که من باید اشاره کنم عدم رعایت احترام یا اصول روابط
کلانا و خوردا و زن و مرد، عوامل اقتصادی، فقر، بی‌سوادی، روی ساختن فرهنگ‌های بیگانه و جنگ‌های داخلی، مهاجرت و بالاخره عدم رعایت قانون و ای یعنی نقاط مهم هستند یا ارزش‌های مهم جامعه هستند که جامعه را سالم تامین میکنند. اینمی عواملی مهمترین شون هستند که ما اشاره کردیم. خب جناب غمایی صاحب، بررسی جرم و مجرم از دیدگاه جامعه شناسی که یک کتاب دیگه شما است که سالش هم 1397 است که امسال شما گره نگاشتین و بچه ها برسندین. خب میشه که در مورد موضوعاتی کتابتان که بررسی جرم و مجرم از دیدگاه جامعه شناسی چگونه بررسی کردین و مجرم اصلی از دیدگاه جامعه شناسی کی ها بود؟ اول باید در کتاب بگویم هدف این کتاب ایرا در سال 2014 آغاز کردیم. تقریبا دو سال وام گرفتن. ما پیشتر براتون اشاره کردیم عرب ما از نویسندگی از دیدگاه جامعه شناسی هستن، مردم عادت شون و کتاب جامعه شناسی و مضمون جامعه شناسی بسیار مهم هستن، آم مردم اکادمیک یا باید مطالعه کنن. در این موضوعات زیاد پیچیده هستن، ما مختصرا با شما سرتون صحبت میکنم. اطفال هستند که از پروسه جاری اطفال مثلا از پروسه که تولد میشه با جامعه میایه میگه باید دور چرا خم باید ما نگهداری کنیم تو که با روی مجرمیت نروه، چرا خم از اون نگهبانی شوه، با کدوم مرحله بره، کدوم سکتور رو باید از این باید ما با خبر بسازیم. دومشان باز عواملشان هستن، مثلا یه عوامل باید جلوگیری عوامل چطور شوه و چطور ما در او یک تدابیر داشته باشیم، آگاهی در او مورد هستن و رای حلش هم گفتن که مثلا ما چلخم سولت ها برشان اجاد کنیم. ای از بخش تپلا برتون میگم بسیار. از کلانا همچنان همون تا گفتن که مثلا از تپلیت رفته باز چرا خم مجرم شده، عواملش چی هستن، عواملش اقتصادی یا کل هستن کل فکر شدن و او برای زوم رای حل هستن و کسایی که مرتکب شده او را مجازات میکنیم پس به رای سالم چرا خم بره، از او تدابیرش رو ذکر شدن. در این موضوعات زیاد هستن، ایره مختصرن برتون گفتم. واقعا استاد که خیلی موضوعات خوبی را در این اشاره کردین که از امو اوائل از سرچشمه ای که چگونه خشونت صورت میگیره و چگونه باید بررسی شوه و عامل اصلی کی است، همیشه در این کتاب شما گنجانیدین که واقعا خیلی خوبه. بین استاد محترم از این گپ بزنین، شما از عوامل جرم در مورد کلانها و بزرگ سالها گفتین، اما در کل بیاییم از اطفال که آینده سازه یک کشور هستن، چی باعث از این میشه کنا که هیچ چیز از زندگی نمیفهمن اما بیاین یک جرم انجام بدن و مجرم شناخته شن؟ ایره ما قبلا اشاره کردیم از خشونت که آغاز میشه، من براتون میگم در یک جامعه وقتی که طفل میایه حتی در بطن مادر است این خشونت آغاز میشه، این یک تاثیرات از لحاظ روانشناسی یک تاثیراتی بسیار خطرناک هستن که سر طفل میشه. بالاخره میاد در جامعه که آمدن در بعض شرایط میشه اقتصاد یک تاثیرات اقتصاد است، مثلا نمیتونه پدر مادر نمیتونه کوره یک اقتصادی مثلا حمایت کنه، مکتب سرشون بخونه، کار سرشون کنه، طبعا او را نمیکنه میبره در جامعه میبره. وقتی که جامعه برآمدن امروی از اون سندایی که یک ذره کلان هستن و خو مبتلا به مجرمیت یا به ویروس جرم مبتلا هستن و از ضعف که مثالی ضعیف هستن یا چیزی نفقه ندارن و یه مجبور می سازه تا خستوزی، تا پروش مواد مخدر، تا دیگه جرایم سریزی انجام بتن. عوامل از این من بکنم یک بخش اقتصادی شد براتون اشاره کردیم. دیگه مثال فرار از خانه، خشونت از پدر مادر جنجال میکنه، فرزند مجبور است که خانه را ترک کنه، یا عوامل دیگه شون هستن. یا در جنگ ها پدر مادر خود از دست داده یتیم است
عوامل زیادی هستند، ولی مهمترینشان که ما براتون گفتیم در هر جای اقتصاد اول گفت از اقتصاد سبب میشه. مهمه داره. دقیقاً که استاد. خب میشه که مورد کتاب 30 هستیم هم صحبت بکنین که عنوانش هم از شرکت سهامی در نظام حقوقی افغانستان که میشه بگین موضوعات ازی بیشتر روی چی میچرخه و کدام موضوعات را شما بررسی کردین و در این کتاب تحلیل کردین؟ کتاب نخستین ما شرکت سهام، شما گفتین شرکت سهام در نظام حقوقی افغانستان. ما در افغانستان چند نوع شرکت داریم، تضامنی هستند، مختلط هستند و سهامی هستند. در کل دنیا سینما ما چون شرکت داریم، ولی در افغانستان در کل ما شرکت سهامی داریم، چون مختلط تضامنی یا بیمه صحی، بیمه که مثلا انشورنس میگه صدمه سرشان میگه اقتصادی، از این معیار ما نیستیم که ما شرکت ما استاندارد پروفشنال چی داشته باشیم، شرکت داشته باشیم. کل ما سهام جور میکنیم، شرکت سهام است، بیمه و چیزا شرایط زیاد نداره، دکومنت ها زیاد نداره که رو برای زو تکمیل بسازی. از این خاطر ما کتاب برشان ساختیم تا تجارای ما یا بخش تجارت کشور در رابطه به تجارت، در رابطه به شرکت خود چه وقت ملوها میشه تر از لعمل ها. به این کتاب بیشتر شما در مورد شرکت ها وضاحت دادین و شرکت سهامی معمیره که براتون میگیم این کمپانی یا شرکت سهامی در افغانستان در کل همی شرکت است. از این کتاب هدف از این کتاب اینمی بودن تا مردم به شکل قانونی در رابطه به شرکت تزلمالا فعالیت ها ملغو شدن از این قانون استفاده کنم و علاق می بود که بخش تجارت ما قانونی پیش بره. بسیار خوب. خب استاد چی فکر میکنین که آمار خشونت در ولایت کابل و ولایت پایتخت ما و همچنان ولایت افغانستان ما دوردست و همچنان ولسوالی های دوردست چقدر پایین آمده و چقدر بلند رفته؟ ما اگر از لحاظ یکی از عوامل خشونت اروپای دیرینه کشور ماست، از این لحاظ کسایی که بسال دوردست هستند و طبعا نسبت به کسایی که بسال به مرکز هستند از دور دست چیزشون زیاد هستن، چون اوجا بعضی چیزهای آمار مثلا چی هستن، بعضی رسوم عنانات هستن که زن همیشه به شکل دیدشون به شکل یک نوکر به شکل یک شای استفاده میکنه، متاسفانه از حقوقشون به شکل کلی یا بهره‌مند نیستن. هر اگر اطفال باشه اشتباهی میکنه یک چیزی بعد دست نوارده باشه میایه سر زن، سر مادر، سر همسره امو چیزی که در دلشان هستن خالی میکنه. اگر مرد هستنم همچنان وقتی که در بیرون از جامعه یک صدمه میبینه میایه امو قهر و غصه شون. خب استاد قشری که بیشتر آسیب پذیر است در افغانستان، یعنی خشونت بیشتر را میپذیره، کدام قشر است میگه شما و بیشترین خشونت از طرف کدام قشر دیگر بالای قشری که خشونت را میپذیره و آسیب پذیر است صورت میگیره؟ عموما خب ما براتون گفتیم چی اگر جوان است، چی اگر از خورتی بالا دیگه آغاز میشه تا پیری را، طبقی زن بیشتر است. ما براتون میگفتیم اگر هر غصه کینه اگر ما همسر داشته باشیم، ما مادر داشته باشیم، وقتی که از بیرون از جامعه میاییم ما یک از جامعه یک متضرر میشیم، یک صدمه میبینیم، او ابراز او جامعه نمیتونیم، او ابراز ما میاییم در خانه کاملا این جنجال میکنیم و او زن آپنین به حوصله از او کور درونی میکنه و تحملش یا در وجود خود در نمی کرد. دوستان محترم چقدر آمار است که طی تحقیقاتی که شما انجام دادین که خشونت مرد علیه زن زیاد است یا زن علیه زن زیاد است در ولایت ها مرکز جایی که است؟ در کل اگر ما براتون بگویم از طرف مرد زیاد است. چرا؟ چی دلیل؟ دلیلشون ما براتون گفتیم ما اروپای دیری نداریم، یک اروپای
زن باید هیچ نگوید. زن باید هیچ نگوید. اگر زن لط کوب کردی باید هیچ چیز نگوید. چون او یک شوهر است، خود مقامش رو نسبت به زن بالا میگیره و زن طایفه یا طبقه زن که هستن یا مجبور هستن که در مقابل اونمو سختی و در مقابل اونمو زجری که برشان میتونه تحمل داشته باشن. زن طبقه مثال یا طبقه زن موردی خشونت زیاد گرفتن. خب جناب استاد، میشه که راه های حل را بگوییم برای اینکه کاهش بتیم خشونت را علیه زن و کاهش بتیم خشونت را علیه اطفال و کاهش بتیم خشونت را علیه هم جنس و جنس مخالف خود؟ راه حل مهمترین اصل روابط است، تامین روابط. مثال احترام است، زن به مرد، خانم به شوهر، کلان به خرد، جواناس یا باید به بین خود تامین کنن و کم ساختن رواجای متاد. احتیاط کسایی که متاد هستن باید این را جلوگیری شوه و ایجاد سهولت ها یا ایجاد رای کسایی که مثال بیکار هستند، چی قوه اجرایی دولت هستند، چی سکتور خصوصی هستند، باید یک رای ایجاد کنند تا کسایی که بیکار هستند به کار مصروف شوند. و دیگه نکته مهمیشون که هستند مساعد ساختن موقع برای تحصیل تا از دوره یا از مقامی که در بسیودی هستیم پیش بدیم. در کل باید ما چی داشته باشیم، تلاش داشته باشیم، چی دولت است، چی ها مردم است، یک روحیه برشان باید انتقال بدیم. این چیز مهمی شون است. تشکر استاد، سلامت باشین. واقعا خیلی حرف ها و صحبت های خیلی خوب و جامعی نداشتین و خیلی خوب موضوعات خوبی را مشخص کرده شما در کتاب هایتان هم ذکر کردیم که ما هم همیشه دعا میکنیم که دستتان همیشه و قلم رسا باشه و همیشه کوشش بکنین که بیشترین کتاب های خوبی را و کتاب هایی که واقعا موضوعات جالب جامعه را شما پیشکش میکنین، تحلیل میکنین داشته باشین. از شما سلامت باشین. تشکر از اینکه تشریف آوردین. دوستای عزیز، رفت و برگشت کوتاه، دوباره برمیگردیم.